سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، صبغت الله احمدی حمله به کاروان آمری امنیت پنجشیر کار مقاومت نیست. گفتگوی تازه توماس وست طالبان از طریق لوی جرگه ساختار سیاسی افغانستان را مشخص کنند. و در پایان مقام های نیوزلند از خبرنگار باقی مانده در کابل خواستند تا درخواست مجدد دهد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدید. خواهش میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها، مقام های نیوزلند از خبرنگار باقی مانده در کابل خواستند تا درخواست مجدد دهد. روزنامه 8 صبح کابل چنین می‌نویسد: پس از نشر گزارش ها از رد درخواست انتقال یک خبرنگار نیوزلندی از افغانستان، مقام های این کشور از وی خواستند که طی 14 روز درخواست مجدد بدهد. مقام های اداره مهاجرت و سفارت نیوزلند روز یکشنبه دهم جلوه بر روی کاغذ گفتند درخواست شارلوت پلیس به دلیل مدت زمان سفر او که بیش از حد مجاز یعنی 14 روز بود رد شده است. این مقام ها افزودند که این پرونده نیاز به توضیح بیشتر دارد و پلیس دعوت شده است تا ظرف 14 روز درخواست مجدد دهد. در همین حال پس از نشر گزارش ها از رد درخواست انتقال خبرنگار نیوزلندی از افغانستان، ازمون گزارش شده است که در پی وضعیت بد کرونایی نخست وزیر نیوزلند قرنطینه شده است. با گزارش رویترز، دفتر جاسیندا آردن نخست وزیر زیلاند جدید روز یکشنبه دهم دلوه اعلام کرده است که وی به دلیل مثبت بودن تست کرونایش قرنطینه شده است. شارلوت بلیس خبرنگار نیوزلندی که به تازه باردار شده بود در مقاله به نیوزلند هرالد گفته است که به دلیل رد درخواست انتقالش از سوی اداره مهاجرت این کشور نمیتواند از افغانستان جایی برای تهیه گزارش رفته بود خارج شود. او پس از رد درخواستش از سوی دولت نیوزلند به دلیل محدودیت های کرونایی از طالبان درخواست کمک کرد و طالبان به وی پناهگاه فراهم کردند. گفتنی است که نیوزلند کشوری با 5 میلیون نفر جمعیت تا به حال 15,910 مورد تایید شده یه ویروس کرونا و 52 مورد مرگ ناشی از ویروس داشته است. به همین دلیل این کشور در سال 2020 مرزهایش را با روی خارجی ها بست. روزنامه 8 صبح کابل همچنان این در حالی است که عبدالرؤوف شیرزاد در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: تازه صبغت الله احمدی حمله به کاروان آمر امنیت پنجشیر کار مقاومت نیست. با این حال خبری که دیروز آماج نیوز پخش کرده بود، انفجار سنگین بالای آمر امنیت پنجشیر، عبدالحمید خراسانی. منابع گفته بودند که عبدالحمید خراسانی کشته شده است، اما با ویدیویی که عبدالحمید خراسانی جدیداً در کانال آماج پخش کرده است نشان دهنده این است که عبدالحمید خراسانی صحتمند و جور و تیار است. همچنان این در حالی است که گفتگوی تازه توماس وست طالبان از طریق لوی جرگه ساختار سیاسی افغانستان را مشخص کنند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در یک گفتگوی تازه گفته است حکومت سرپرست طالبان از طریق برگزاری لوی جرگه سیستم سیاسی افغانستان را مشخص کند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان روز یکشنبه در همه دلوه در گفتگو با تلونیوز گفته است که سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و یا هیچ کشوری نباید بر طالبان فشار وارد کنند تا شخصیت های از حکومت پیشین یا هم افراد مشخصی را در حکومتشان جا و جا کنند. و وقتی توماس وست طالبان باید ساختار سیاسی افغانستان را در مشورت با مردم این کشور مشخص کنند. او می افزاید که آنچه باید بر آن فوکسانی شود یک روند واقعی معنادار و مشوره سراسری با مردم افغانستان
از سراسر این کشور و رای زنی با رهبران زن، رهبران اقوام و مردم محلی است. روزا فکر کرده است که ایالات متحده آمریکا نقطه مشخصی نزد خود ندارد و باید مشخص شود که ساختار سیاسی آینده افغانستان چگونه خواهد بود. این مقام آمریکایی گفته است که گفتگوها با طالبان در موارد چون مبارزه با تروریسم صادقانه است و بخش دیگری از موضوعات مورد بحث میان دو طرف روی رعایت حقوق زنان و دختران و توقف بازداشت های خودسرانه و مساعد شدن فضای امن برای فعالیت روزنامه نگاران متمرکز است. نماسویت خاطر نشان کرده است که جامعه جهانی می خواهد دختران دانش آموز را تا ماه مارس در مکاتب ببیند. این اظهارات در حالی از سوی نماینده آمریکا برای صلح افغانستان مطرح شده است که در 5 ماه حکومت در برابر طالبان هنوز ساختار سیاسی افغانستان را مشخص نکردند. همچنان در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین می نویسد: یک اداره و صد خاطره. بخش 204. آقایان کاظمی و هارون یوسفی، اگر مقاومت و رزمندگی خواهران مبارز ما نباشد، شماها ارزش کاهی هم ندارید. نوشته محمد عثمان نجی. هارون یوسفی رحیم مومن. اما عشق ریز بیشتره در حکان نمایش ها بودن تا مدیران واقعی و صاحب مطالعه علمی. برخلاف ادعای مالکیتی که آقای حیوات دوز بر حریم رادیو تلویزیون ملی افغانستان دارند و مانند اصلافشان همه چیز را ملکیت خود می دانند و دیگران را مهمان، من از ختم دهه و شروع دهه 60 در بحث ها و فهای خاص وظیفه خاص با رادیو تلویزیون ملی سر و کار داشتند. این مصروفیت ها سبب شدند تا همه همکاران عزیز خود را بشناسند و میانه نکویی با هم داشته باشیم. در میان 3 نفری که گفتم با آقای رحیم مومن همکار و بعد هم سطح او معاون نشرات و تربیت میهن پرستان شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. اوقاتی خوش داشته باشید. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا درود دیگر، بدرود.